سلام بر شما در این فراخبر میبینید. تنش روز افزون کابل و اسلام آباد. امارت اسلامی به سخنان نخست وزیر حکومت موقت پاکستان واکنش نشان داد. چرا پاکستان افغانستان را عامل ناامنی های اخیر این کشور میداند؟ انوار الحق کاکر دیروز در سخنان تند از تصمیمش برای اخراج مهاجران افغان از این کشور دفاع کرد و گفت آنان این تصمیم را به دلیل عدم همکاری امارت اسلامی برای سرکوب تحریک طالبان پاکستانی گرفته، چون به باور او پس از حاکمیت امارت اسلامی حملات هراس افغانی در پاکستان 60% افزایش یافته. حالا امارت اسلامی در واکنش میگوید افغانستان مسئولیت تأمین امنیت در داخل پاکستان را ندارد و این کشور نباید بار ملامتی را به دوش افغانستان بیاندازد. اما حقیقت چیست؟ آیا اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ربط به مهار طالبان پاکستانی دارد؟ و در نهایت انجام این لفاظی های تند به کجا منتهی خواهد شد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمسمانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان سلیم پیگیر رئیس حزب متعهد فکری افغانستان اینجا در استودیو و آقای دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر هم طول لحظات دیگر با ما خواهند پیوست. بسیار خوش آمدین آقای پیگیر. به بحث این لفاظی ها میان کابل اسلام آباد ناشی از چیست؟ چرا فکر میکنین دو همسایه در برابر هم خشمگین شده؟ سلام خدمت شما مانی صاحب، دکتر صاحب گرامی و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ممنون. در طول می 70 سال ما کدام روز بوده با پاکستان مناسبات خوب داشته باشیم که نداشتیم؟ امروز که صدر اعظم خدا یک پشتون آوردن، یک پشتون بیچاره بی صلاحیت فقط نوشته هایی که نوشته است می خوانه و کارایی را که برش گفته میشه انجام میده، به خاطر از اینکه پشتونایی که او طرف خط دیورنگ است آرام باشن ایر آوردن. ولی قدرت دست نظامی ها و پنجابی هاست که اعمال در مقابل افغان ها انجام میدن. اونا فقط میخواین که افغانستان گدال امو مالهای کونه و مالهای که دیگه قابل چلش دیگه در افغانستان نیست همه تو باشه. شما شنیدین که یکی از مسئولین امارت اسلامی از طریق رسانه شما که خواست پاکستان همیست که کانال قوشتپه رو بند کنیم با وجود کونه میگه مایگه پنک ببینیم. خب بیشتر دلیلش گفتم، میخواین که هیچ واده پاکستان نمیخواید که در پهلوش یک افغانستان قوی سرخروی سربلند با اردوی قوی مردم قوی دولت قوی وجود داشته باشه. هیچ واده. آقای پیگیر پیشتر گفتن که در گذشته هم این وضعیت نامناسب وجود داشته میان کابل و اسلام آباد، ولی این حالا یا این شب و روز حداقل میبینیم که به شدت یکی در برابر دیگر میتازه و از یک دیگر انتقاد میکنه، لفاظی های بسیار تند انجام میشه. شما صحبت های آقای استانکزی را شنیدین و واکنشی که آقای کاکر داشت، اینها فکر میکنین که خبر از چی میته و چرا اکنون بیشتر شده این نگرانی پاکستان و هم ظاهرا انتقادهایی که داره؟ ببینن خب یکی کشورهای اصلی جهان است که باید در جهان وجود داشته باشه، یکی کشورهای ساخته شده و پلاستیکی است که اونا را کشورهای بزرگ به میان میاره و هر وقت که بخوایم او را از بین میبره. پاکستان هم یکی از این کشورهای پلاستیکی است که توسط انگلیس ها اونا به میان آمدن و انگلیس ها فعلا به اونا ضرورت نداره، امریکایی ها فعلا به پاکستان دیگه ضرورت نداره، به خاطر که مناسباتشان با هند و افغانستان جور است دیگه به پاکستان ضرورت نیست. شما وضعیت اقتصادی پاکستان آیا در طول تاریخ شده بود که 200 افغانی ما هزار پی پاکستان شد؟ آیا پیش خود سوال کردین که اگر انگلیس، امریکا، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، چین میخواستن آیا پاکستان در این وضعیت بد اقتصادی گرفتار میشد؟ هرگز نه.
اینمی همه حرفا را که یک جای شده ایره میخواین به گردن مردم افغانستان برد. حالا فکر میکنین با اقدامی که کرده پاکستان با اخراج مهاجران افغان از خاک این کشور و همینطور هم ادعاهایی را که پیوست مطرح میکنن چی را میخواین؟ ببینین این جواب خود پاکستان بر افراد اشخاصی که در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان هنوز هم پاکستان دوست افغانستان خطاب می کردن، پاکستانی ها خودشان برشان جواب داد که ما هیچ وقت دوست شما نمیشیم. حتی افغانایی که تولد شدن کلان شدن ما دیگه اجازهش نمیتیم اینجا زندگی بکنن. ببینین موضوعی که اونا ادعا میکنن که تی تی پیر افغان ها شما های امرای جنگ بکنین و یا از خاکتان بکشید. بله. بیای اول ادعا را ثابت بسازن. من اماراتی نیستم نه، ولی من حیث یک افغان و دنبال منافع ملی کشورم هستم. اول واضح بکنه همی تی تی پی افغان هاست یا پاکستانی. بله. همیره واضح بکنه. درست. من بخشی از صحبت های آقای انوالحق کاکر را بر شما میگم. آقای پیگیر، او دیروز گفت که فهرست و شواهد را در مورد حضور گروه های جنگجوی پاکستانی که در افغانستان هستند به مقام های حکومت سرپرست سپردیم، اما ادعا کرد که حاکمان فعلی افغانستان در این مورد اقدام نکرد. در کنارش گفت که در حملاتی که پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان در پاکستان انجام شده، شهروندان افغانستان در پاکستان دست داشته و اینها را گفته این اسناد را با حاکمان امروز افغانستان شریک کردیم. ببینید امانی صاحب، او طرف خط دیورنگ با کدام لسان گپ میزنه؟ پشتو، دری و هزارگی. هزارای ما موسون خط دیورنگ هست، کویته پر است. اگر هدف آقای عزیز صدراعظم ایست که اونا همش افغان است، پس خاک افغان را هم بده. اگر اونا افغان هستن، ما خود میگم اونا افغان های ماست، نور دیده ماست. فکر میکنین هدفشون از زبان است یا از ببینین یه هدف از زبان نیست، افغانستان از نبت شهروند افغانستان. شهروند افغانستان ببینید، اگر خوب آدم باشه، دکتر باشه، انجینیر باشه، پنجابی ها از پیش استفاده کرده بتانه، او رو میگه پاکستانی است. ولی مطابق گفتار خود علمای پنجابی، مطابق گفتار علمای پاکستانی، اگر او عمل بکنه واضح میگن افغان است. ببین نمیشه که از یک آیه قرآن کریم به یک کشور ما به یک نسخه بکشیم و دیگه کشور ما دیگه نسخه بکشیم. کدام قانون پاکستان اسلامی است؟ که نیست. همو پاکستانی ها دیگه نمیخواین زیر پرچم همین قانون اساسی دیگه زندگی بکنه. بنان این مشکل خود پاکستانی هاست. مشکل هم یک چون چیز را مگه که مشتی تی پی هم مشکل خود پاکستان است، ما نمیخوایم پاکستان ناامن باشه، ولی وقتی آقای کاکر ادعا میکنه و میگه که ما شواهد و اسناد را در اختیار حاکمان امروز افغانستان قرار دادیم، از اونها خواستیم که در برابر تی تی پی اعضایش که در خاک افغانستان است اقدام بکنه، اما به باور او یا ادعایی که او کرد اقدام نشده. حتی شماروار گفت که 15 تن از شهروندان افغانستان در حملاتی که پس از حاکمیت امارت اسلامی ثابت بسازه که اونا افغان بودند، ولو که پشتو گپ میزنه، دری گپ میزنه و یا هزاره ما سوجه، این ثابت بسازه که اگر باز تکرار میکنم، اگر او طرف خط دیگران پشتونا، تاجکا، هزارا زندگی میکنه افغان است، پس خاک افغانستان بده. پاکستان ما رو میبشه افغانستان هم. اگه ای که به لسان از ای که یا پشتو گپ بزنه یا دری گپ بزنه و اوجا جنگ بکنه بگو یا افغان است، خیلی مربوط ما نمیشه. درست. یعنی میگن شما اینها را اونایی را که اونها مگه افغان هاست دست داشته در حملات بر اساس زبانشان تشخیص داده، نه به اساس ببینین خب اگه ایده ها باشه ما بسیار چیزا را مستند ساختیم در طول می 43 سال مستند ساختیم. مثلا فیلم ها میال وجود داره، حکومت پیشین به امریکایی تسلیم کردن که در یک روز 400 موتر دایشی را آورد در کنر پایان کرد.
اینجا ضعفی کیست؟ ضعفی کی است وقتی از مرز داخل خاکت میشه؟ پس پاکستان هم ادعا کرده نمیتونه سرحدات خود ما کم بکنه؟ همون طور اگه بگوین که ضعف بیشک ضعف جمهوریت بود دو آده ولی امروز هم ضعف خودشان است سرحدات تا ما کم بکنی با وجود که ما با پاکستان سرحد نداریم ما خط داریم هنوز اقوام ما خیشی دارن قومی دارن شما فراموش نکنین خب بسیاری احمقانه صحبت میکنن که والا پشتونا جدا شدنی 2 میلیون تاجک هست در اون طرف خط دیورن که زندگی میکنن 2 میلیون هزاره هاست شما کویته رو ببینید هزاره ها پر است اوچه پس اگر پاکستان بالای ما ادها میکنن افغان ها رو دیگه خداور بر جنگ پیدا نکده یا علیه تی تی پی یا به جنگه علیه داعش یا به جنگه مشکلات تمام دنیا رو ما باید حل بکنیم جهان برای ما چی کنه شما میفهمین پاکستان تان میفهمه برین مسائل تان داخل کشورتان شوید حل بکنین بر چیزی که میشه این مربوط افغان ها نمیشه افغان ها نو نو یک نفس آرام چل چند سال بعد میکشن که به یک آرامش روزانه 500-600 افغان جوانش از بین نمیره ولی این برف بام خود سبا روز خواهد ادعا کرد که ولی اقتصاد ما مستری یعنی می افغان ها خراب کرده با وجود که این افغان ها بود که 43 سال گو شیری واره از پیششنا استفاده کردن از وجود مهاجرین چی بود که از اونا جور نکردن و کدام کار بود که بسیار تشکر. توسط از اونا نکردن. سپاسگزارم. آقای نعیم بسیار خوش آمدیم. و پس نخست وزیری حکومت موقت پاکستان دیروز گفت که حکومت سرپرست افغانستان در سرکوب تی تی پی با ما همکاری نکرده. ما اسناد و شواهد را در اختیار اینها قرار دادیم که خاک اینها در برابر ما کار گرفته میشه و افغانها را متهم کرد به ای که در حملات اخیر پاکستان دست داره. و به می خاطر تصمیم گرفتیم که مهاجرین غیر قانونی افغان را از خاک ما بیرون بکنیم. پاسخ چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخواست با شما و همکاران شما مهمان این گرامی برنامه ممنون محترم پیگیر صاحب و به همه شنندگان و به همه ملت مجاهد عزیز خوش سلامات و احترامات را عرض می کنم. تشکر می کنم. این نوع اظهارات متاسفانه باید بگویم چیزی است که ما شما می بینیم از بدو کمی سلسله ظلم و وحشت و بربریت بر ضد مهاجرین افغان در پاکستان آغاز گردیده از همون وقت حال را چند دفعه می‌دیدیم که اظهارات گوناگون در آغاز می‌برایند یک چیز نیست یعنی بار یک چیز گفته می‌شد دوباره بار دیگر چیزی گفته می‌شد از این معلوم است که خودش این نوع اظهارات که خدا نخواسته افغانستان یا حکومت افغانستان در ناامنی پاکستان دست داشته باشه از موقعیت به دور است ما هیچگاه این چنین اراده را نداریم و نمی‌خواهیم که به دیگران مشکلات ایجاد بکنیم چون ما خود ما 40 سال ملت افغانستان قربانی این نامنی ها بوده و شده و ما می دانیم که در یک ملمکت که آرامی نباشه خب ملتش از همه پیش از اینکه حکومت منتظر شما ملت منتظر شما ملت پاکستان ملت مسلمان است در 40 سال از آنها بسیار خوب به اصطلاح میزبانی کردند و تا هنوز هم از آنها تشکر میکنند از ملت پاکستان از علمای پاکستان اما متاسفانه حکومت ها باز موفق به وقتا پلیسی های در قبال همسه های خود داشته که پیش از اینکه به دیگر را ضرر برسه و خودشان ضرر برسه خب این نقطه گفته میشه که در اینجا نامنی ها هست در اینجا مثلا حکومت فعلی افغانستان به گفته آنها که در اینجا همکاری نکرده در چطور است اگر ما شما ببینیم پیش از اینکه ما بیاییم این موضوع را حالی مطرح بکنیم ببینیم که نامنی هایی که در پاکستان یا مشکلاتی که در پاکستان هست وجود داره مشکلات امنیتی یعنی یک سال میشه یک سال میشه خب تقریبا از 20 سال بیشتر ریشه های بسیار عمیقی در داخل پاکستان داره ما شما شاهد هستیم که در 2007 فکر کنم مسئله مسجد لال یا مسجد در اسلام آباد که صورت گرفت در اونجا خب نینجا امارات بود و یعنی عملا در کابل و همچنان مشکلاتی که در بلوچستان وجود داره همچنان مشکلاتی که در وزیرستان وجود داره مشکلاتی که در مناطق سواد جویا وجود داره این هم چیزا مشکلات است که به هیچ کس نهفته نیست تقریبا از یک دهه هم بیشتر این مشکلات وجود داره دیگه از این معلوم میشه که این مشکلاتی که در داخل پاکستان است تعلق به خود حکومت پاکستان تعلق به خود ملت پاکستان داره آنها این مشکل خود را ولی گفت که
ولی گفت که 60% افزایش یافته حملات هراس افغانی در پاکستان پس از اینکه امارات اسلامی در افغانستان به قدرت رسیده. اما آقای نعیم، شما چی میدانین؟ آیا این ادعا کاملا بجاست که میگه ما اسناد و شواهد را در اختیار حکومت سرپرست قرار دادیم و گفتیم که تی تی پی در خاک افغانستان هستند، همکاری باید شوه و اینها سرکوب شوه، و ادعا کرد که به اعتنایی شد در برابر این خواست ما؟ دو نقطه است اینجا. نخست اینکه اگر شما باید دارید وقتی که امارات اسلامی افغانستان در موردی که کسانی که در امنی های افغانستان یا آخر دست داشته چند تن اونها گرفتار شده و چند تانشان از بین برده شده، وقتی که اون اعلامی از طرف امارات اسلامی افغانستان پخش شد که بعضی از اتباع کشورهای همسایه بودن در اونجا، پس از این موضوع مطرح کردید از طرف بعضی ها که دیگه افغان ها هم در نامی های آنها دست داشته. پیش از او خطا این چیزی چیز نبوده. اگر شما ببینید مطبوعات شرط تلیه است که تحقیق کردن و ببینید همه بلنده ها و شنده ها این چیزی دعا نبود. پس از او که این مورد از طرف امارات اسلامی افغانستان به مطبوعات کشیده شد، آن هم که بعد متاسفانه بارهای نوع عملات صورت گرفت و در اونجا بعضی از افواه کشورهای همسایه دوست داشتن که ما نشر کردیم. پس از اینها دیگر یک قسم به اصطلاح بگیم که یک جنگ مطبوعاتی را بگیم یا به اصطلاح که برق خود را به اصطلاح به ایران و باب دیگر انداخته باشه یا که به اصطلاح یک قسم خود را تبرئه کرده باشه، این موضوع را مطرح شده در مطبوعات برآمد. یعنی تنها فقط ادعاهای بیجایی است که در رسانه ها میگه، یعنی چیزی به عنوان شواهد و اسناد در اختیار حکومت سرپرست قرار نداده. نه خیلی اگر باشم یک کس ادعا میکنه، یک خودی است که شما میدانید بهتر که یک طرف ادعا میکنه. خب اگر اونها ادعایشان به اصطلاح مور نوشته سنگ باشه اون چیزی که اونها میگه و میشه، طبیعی چیزی نیست. خب اینها فایده هایی داشته باشن، موضوع خودشان است. اما اینکه مردم افغانستان، اتباع افغانستان یا حکومت افغانستان در نامه های اونها دست داشته باشن، این است واقعیت به دور است از واقعیت مطابقت ندارن. نقطه مهم دیگری را که بازم باید اشاره بکنیم، اگر این چیزی باشه قسمی که گفته میشه، ما پیشتر هم عرض داشتم که این مشکل خواهی امروزه نیست. بله. از 20 سال به این مشکل وجود دارم. خب پیش از اینکی بودم. اگر تو گفته بشه که پیش از این زلیجا افغان ها به اصطلاح یا در اینجا مظلوم افغانستان در اون دست داشته، چنین چیزا رو ما نشون نبودیم. امروز این چیزا رو میشنویم. دیگه بعضی از شما اگر ببینید مال بعضی از مطالعات برآمده که بعضی از مسئولین بیرونی اونها این موضوع را در بعضی با بعضی رسانه ها رد کردن و همه که موضوع مسائل امنیتی هستند در اینجا مطرح نیست. ما به خاطر مشکلات اقتصادی خش نمیتونیم که دیگه این قدر مهاجرین را به اینجا به اصطلاح تحمل کنیم و به اصطلاح بارها زیست داشته باشیم. در این شکل نیست که ما هیچگاه گفتیم که مردم افغانستان در خارج باشن، در کشور نباشه، دوش بار دوش دیگران باشن. نه خیر، ما میگیم که مهاجرین ما به خیر بازگرد، اما یک طریقه در چوکات انسانیت، در چوکات اصول بین‌المللی، در چوکات اصول بشری، حقوق زنها و اطفال و شکل عام حقوق انسان در نظر گرفته باشه. همین طریقه که اونها متاسفانه شروع کردن، ما میبینیم که خود مردم پاکستان، ملت پاکستان یا ملت مسلمان است، با هم با اونها بسیار همکاری کردن، علمایشان، سیاسونشان، اینا هم در مقابل این پالیسی استار است. همه که اصلا این پالیسی های اسلامی است، نه انسانی است، هیچ چوکاتی نداره. به یک قسم یک در یک ماه به یک میلیون مهاجر را بکشیدن و به یک قسم یک وحشت ماهشان را مصادره کردن و آنها به خانه هایشان را کردن، این چی طلب داره با مسائل به اصطلاح ای که برای آنها مشکل است. خب صحیح است که سطح بدین کم از کم 6 ماه، کم از کم یک سال یا که قدر بتونن آنها خود را جمع کرده بتونن، پس دوباره با عزت و با کرامت و با کشور خود برگردن. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای پیگیر، سرپرست وزارت داخله گفته پاکستان باید از مهاجرین افغان همانند 4 دهه گذشته میزبانی خوب میکرد. همطور که آقای نعیم هم اشاره کرد که مردم پاکستان میزبانی خوبی کرده، ولی چی شد که تصمیم برای اخراج گرفت و همونطوری که گفته میشه به بی‌عزتی افغان ها؟ بدون شک که پاکستان حداقل 4-5 ماه دیگه مواصله میکرد تا که افغان های ما در یک فصل که زمستان نبود و نامی آمدن. طبیعی است که آخر مهاجرت بازگشت به وطن است، ولی نکرد اقدام به چنین کاری کرد که حالا جریان داره. قصدی ببینید چرا قربانی چی میشه مهاجرین؟ فکر میکنه، فکر نمی کنم که خدا نکنه که مهاجرین افغانستان قربانی شوند، ولی مالشان قربانی پاکستان شد، اموالشان چور و چپاول شد. ولی من باور دارم که بعد از اینکه به وطن میایند
یک چند وقت شاید مشکلات را حتما میبینن و هر کسی که از هر گوشه دنیا حتی از امریکا که با هزارها دلار هم بیاید ولی مشکلات خود داره که باز آدم ولی نحوه بیرون کردن اینها را به عزتی خوانده شد و گفتن که نباید چنین میشد. حتی بسیاری ها روایت چنین بودن که نتونستن اموالشان را بیارن، حتی بسیاری ها روایت چنین بودن که در مسیر را از خانم ها از گردنشان طلایشان گرفته شده. این را به یک نحوه به عزتی عنوان کردن. چرا فکر میکنن یک چنین اقدامی کرد؟ ببینین آقای امانی خان، یعنی دلیل و ناشی از یک خواهشات ما پیش از پیش میگم میگه پای من مربوط امارات اسلامی نیست. من ایسی اگه افغان خودم میگم بله. پاکستان خواهشات داره نه بر علاوه تی تی پی که تی تی پی رو برین بزنین بکشین و امنیت در پاکستان شما بیارین، بسیار خواهشاته که برای هیچ افغان وطن دوست و مردم دوست قابل پذیرش نیست. اول برای شما گفتم که پاکستان میخواین، نه تنها پاکستان هم سایه در مجموع میخواین که یک افغانستان ضعیف، یک افغانستان که محتاج احتیاج یک لقمنان همسایه باشه، اون رو همسایه رو میخواین. و این اقدام به خاطر این بوده که وضعیت را بدتر بسازه در داخل افغانستان. ببینین اونا از مهاجرین عالی فشار همی خواهشاتشان قبول نشد، اونا دفتن تصمیم گرفت ظرف یک ماه مهاجرین اوتا میکشن. ببینید ولی فکر میکنه اینی یک فشار باشه؟ فشار هست که اینها افغانستان میان در افغانستان این فشار هست بالای مردم افغانستان، ما بالای دولت هایی بسته میکنم، این یک فشار بسیار زیاد قوی است بالای مردم افغانستان. از یک طرف شما دیدین که نوز ما از جنجال زلزله هرات خلاص نشدیم. پاکستانی ها قصدن، نه تنها پاکستانی ها، دمروز چند روز ایرانی ها شروع کردن 20 هزار در ظرف 3-4 روز اونا اخراج کردن. میخواین که توسط اینمی فشارها که ما مصروف تمام پولای خود مصرف کنیم بالای ازی مهاجرین که امی کانال قوشتپه دیگه کانالایی که ما تصمیم داریم او را جور بکنیم که از این ما پس بانیم کنا مالای گنده خود هر چیز خود بالای ما باز بفروشه. سپاسگزارم آقای نعیم. نخست وزیری حکومت موقت پاکستان صحبت های اخیر مقام های حکومت سرپرست را تهدید آمیز خواند. تهدیدی در کار است در برابر اقدام پاکستان؟ آخر خودم دارم که برداشت شاید مختلف باشه برداشت ها، اما این چیزی که ما گفتیم از ابتدا همی پالیسی ما رفتمی افغانستان است که ما همیشه خواستیم که مشکلات از طریق مفاهمت از طریق یک راه مسالمت آمیز حل گرده و یک بنا راه حل برای مشکلات است، باید هر پاش میده شد مشکلات کم باشه در بین تفاهمات صورت بگیره. نمیدونم که برداشت ها از کجا صورت گرفته. خب متاسفانه این یک میتونه یک نهرنگی دیگری باشه که باقای بازن که یک کسی ما رو تهدید میکنه. شما صحبت های آقای استانگزای ظاهرن اگر شنیده باشین روز سه شنبه گفت که مال از نیروهای از تجهیزات قوی برخوردار هستیم، نیروهای قوی داریم، پاکستان نباید صبر ما را بیازمایه، اینها تهدید نبود؟ شما میدونید که اصلا هر حکومت از خود سخنگوهای رسمی داره و هر رسمی هر حکومت و هر نظام هم پالیسی شان که تمثیل میشه از هم سخنگوی ها و آدرس های رسمی آنها تمثیل میشه. یکی و دیگه یکی مانا خصوصی که مانا نداره که گفتن که مثلا ما از خود حق خود دفاع کرده میتونیم و این مانا که ما به هیچ کسی اجازه نمیدیم که بر حق ملت افغانستان بر حق مردم افغانستان تجاوز بکنن، حق آنها را به اصطلاح طلب بکنن. قضیه از این قرار است که ما از حق خود دفاع کرده میتونیم، از حق خود دفاع میکنیم، از مردم خود دفاع میکنیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم که حق مردم افغانستان ملت افغانستان را به تاراج ببره، به آنها مشکلات ایجاد بکنه. حرف از این قرار است، نه اینکه چیزی که بعضی ها برداشت کرده موضوع چنین نیست. پس تهدیدی هم در کار نخواهد بود، رابطه ها بهبود خواهد یافت؟ ما بی تلاش ماست، ما بارها گفتیم و میگیم که یگانه راه حل برای مشکلات تشکر حل مسالمت آمیز باشه و هر چند اگر تلاش ها هم به میان بیاید تشکر میکنم. در نهایت هر مشکل حل هر مشکل به مفاهمت است. بسیار تشکر میکنم. راه های مسالمت آمیز است، هرچند خشونت ها و مشکلات هم در میان باشد. بسیار تشکر آقای دکتر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر و آقای سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان. از حضور هر دو مهمان گرامی از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. وقت بخیر.